بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت شما بینندگان محترم سلام عرض میکنم. ظهر شما بخیر باشه. امیدوارم هر جا هستین سلامت و تندرست باشید. افتخار نصیبم شد تا امروز هم با یکی دیگر از این برنامه در خدمت شما باشم. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجهتون قرار بگیره. خب همونطور که در جایین هستید، 24مین دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی جهان از پنجشنبه شب در دوحه قطر آغاز شد با بازی افتتاحیه بین دوحه و بین قطر و استرالیا که با برتری میزبان هم همراه بود و تیم قطر موفق شد که حریف خودش رو 28-23 شکست بده و اولین بردش هم به دست بیاره. اما تیم ملی هندبال کشورمون هم که اولین تجربه خودش رو در مسابقات جهانی تجربه میکنه، دیروز در نخستین بازی خودش به مصاف تیم بوسنی رفت و در حالی که میتونست شرط بهتری هم داشته باشه ولی با نتیجه 30-25 نتیجه رو به حریف واگذار کرد و این اولین نتیجه بود که در این مسابقات به دست بود. امروز هم تیم ملی هندبال کشورمون به مصاف مقدونیه میره که حتما در مورد این بازی هم صحبت خواهیم کرد. اما در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم، جناب آقای توکلی داور بین‌المللی و قاره‌ای رشته هندبال که در خدمتشون خواهیم بود و جناب آقای زهرابی که کارشناس و کاپیتان سابق تیم ملی هندبال کشورمون هستن که در خدمت این دو بزرگوار هم خواهیم بود. آقای توکلی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید. سلام علیکم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین کارشناس خوب برنامه‌تون آقای زهرابی. در خدمتتون هستم. آقای زهرابی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و آقای توکلی و دستندکارم خوب برنامه‌تون سلام عرض ادب دارم. خیلی متشکرم. خب بینندگان محترم خدمتتون عرض بکنم که برای اینکه ورودی کار خودمون رو آغاز بکنیم در مورد تیم ملی هندبال، یک بخش رو ببینیم، برمیگردیم باز در خدمت شما و کارشناس محترم خواهیم بود. خب شما بینندگان محترم، بیننده برنامه هر روز ورزش هستید که در حدود ساعت 12:20 دقیقه هر روز شروع میشه، به مدت 30 دقیقه در خدمت شما هستیم. بحث آغازین خودمون رو در خصوص داوری هندبال شروع میکنیم. با آقای توکلی صحبت میکنم که از داوران قاره‌ای هم هستن، در این رشته دارن فعالیت میکنه. آقای توکلی، ما از در این مسابقات جهانی تیمی از داوری ایران داریم که اونجا حضور داشته باشه و بخواد قضاوت مسابقات رو بر عهده داشته باشه؟ در این دور از مسابقات ما کوبله یا زوج داوری در این مسابقات نداریم، ولی یک کوبله رزرو توی مسابقات بوده که آقای موسویان و آقای کلاهدوزان
که کوبل رزرو این مسابقات بودم، ولی از ایران کوبل داوری نداریم. ولی خب در چه شرایطی میتونن مسابقه شرکت بکنن و داوری بکنن؟ چنانچه چون قبل از مسابقات برای داورها ابلاغ میفرستن، چنانچه داوری انصراف خودش اعلام کنه یا مسئولیتی برایش پیش بیاد یا مشکلی داشته باشه، کوبل رزرو به جمع بقیه داوران اضافه میشه. الان کوبل داوری ما تو اونجا حضور دارن یعنی که نه چون هیچ کوبلی دعوت نشدن، چون هیچ کوبلی انصراف خودشون اعلام نکردن. بعد نحوه انتخابشون به چه صورت داوری ما؟ این داوران از حدود 116 کوبل برتر جهانی انتخاب شدن و 16 کوبل در این مسابقات حضور دارن. درست. و نحوه انتخاب به این صورت است که سعی میکنن طبق بازی‌های قبلی که انجام میشه بهترین داوران رو برای این دوره انتخاب کنن. درست. خب بریم سراغ آقای زهرابی، کاپیتان سابق تیم ملی هندبال کشور و کارشناس این رشته. آقای زهرابی، ما در گروه بی مسابقات با تیم‌های بوسنی، مقدونیه، کرواسی، اتریش و تونس در گروه بی قرار گرفتیم و اولین بازیمون هم که دیروز برگزار کردیم مقابل بوسنی که به هر حال نیمه اول خیلی خوب بودیم و اگه اون تجربه بین‌المللی به ما کمک می‌کرد شاید نیمه دوم هم می‌تونستیم با پیروزی از میدان خارج بشیم. در مورد تیم‌های حاضر در این گروه برای ما توضیح بفرمایید خیلی کلی و بعد هم بازی دیروز که چجور بود و چطور ارزیابی می‌کنید؟ خدمت شما عرض کنم که تو گروه ما تونس در جام جهانی سال 2004 چهارم دنیا شده. کرواسی قهرمانی دنیا رو داره تو گروه ما. اتریش از تیم‌های خوب اروپا است. مقدونی همچنین و بوسنی و هرزگوین. بوسنی، هرزگوین و ایران اولین تجربه خودشون در جام جهانی دارن تجربه میکنن. ولی بچه‌های ما روز گذشته در نیمه اول بازی فوق‌العاده رو انجام دادن. جدایی که همینجا ازشون خسته نباشید و تشکر کنم از طرف جامعه هندبال. نیمه دوم به دلیل اشتباهات فردی و نیروی جسمانیشون که تعلیق رفت باعث شد که ما بازی رو تو دقیقه اول نیمه دوم ما 8 گل بخوریم و هیچ گلی زده نشه. بچه های ما دیروز نیمه دوم اشتباهات فردیشون خیلی بالا رفت. 2 دقیقه بچگانه بچه همون دادن که اینا همش برمیگرده به اردوهای تدارکاتی که قرار بچه های ما با 3 تا بازی تدارکاتی رفتن در جام جهانی، در صورتی که یه تیم مثل قطر که میزبان مسابقات 2 ماه تو اسپانیا اردو زده، بهترین مربی دنیا رو آورده که سال جام جهانی قبلی اسپانیا رو قهرمان دنیا کرده بوده. ما بچه‌هامون تنها مشکلی که تو این دور از مسابقه دارن چوب بی تجربگی و تدارکات خیلی خوبشون میخورن. ما فکر کنم تو بازی دیروز مقابل بوسنی نیمه اول 16-12 اگه اشتباه نکنم جلو بودیم، بعد نیمه دوم نتیجه کاملا برعکس شد، یعنی 18-9 شد. در مجموع تونست حالا 30-25 نتیجه رو ما به تیم بوسنی واگذار کنیم، درسته؟ بله. این به خاطر بی تجربگی بازیکن‌های ما بود، یعنی که حالا تاکتیک دفاعی که حالا وجود داشت برای تیم ما که حداقل بتونیم نتیجه رو کمش بکنیم و حداقل رو حفظ بکنیم. یکی از دلایلش شناخت نداشتن تیم بوسنی نسبت به بچهای ایران بود. دومین دلیلش تحلیل قوای جسمانی بچهای ما بود که نیمه دوم بچهای ما از نظر نیروی جسمانی خیلی تحلیل رفتن، چون فشار بازی جانی با هندبال رشته سنگین و قدرتی، بچه ما نیمه دوم تحلیل رفتن از نظر فیزیک بدنی بچه‌مون کم آوردن، چه بسا اینکه از نظر وزن بازیکن بخواید در نظر بگیریم بازیکنی بوده تو تیم ایران با 75 کیلو، همپوستیون در تیم بوسنی 120 کیلو بوده و این دلایل باعث شد که ما نیمه دوم از نظر بدنی بچه‌هامون تعلی رفتم و اینکه بازی رو واگذار کرد. بعد میانگین سنی ما چقدر تو تیم ایران؟ میانگین سنی ما 24 ساله. 24 ساله. این تیم تقریبا تو میگیم جوان رو روان مسابقات کردیم و این شرایطی که وجود داره. بله بعد بله. این تجربه که حالا مثلا بوسنی داشته چجوری بوده؟ لحاظ جهانی؟ خب بوسنی مسابقات جهانی رو شرکت نکرد. اولین دورش بوده مثل ایران. ولی در مسابقات قهرمانی اروپا چندین دوره داره شرکت میکنه. ما تورنمنت‌های خیلی خوبی رو حضور پیدا میکنه. ولی ما 3 تا بازی کردیم با تیم ملی ایتالیا در 3 روز متوالی، یکی رو با 10 تا بردیم، بازی دوم با 1 بردیم، بازی سوم بازیمون 25-25 مساوی شده. این نشون میده که بچهای ما از نظر توان جسمانی تعلیل رفتن و عدم خودباوری هم تو نیمه دوم باعث شد که این اتفاق واسه ما بیفته. تو رتبه جهانی من فکر می‌کنم که ایران 51ام و بوسنی 76ام بود، درسته؟ بله بله. ما بالاتر از بوسنی بودیم. بله. ولی برای اون بازی تدارکاتی که بیشتر داشتیم بوسنی باعث موفقیتش شد. بله. درسته. خب آقای توکلی، در مورد داوری یه مقدار صحبت بکنیم. الان چه داورانی از چه کشورهایی در مسابقات حضور دارن و بیشترین سهم و کدوم تیم داوری داره؟ بیشترین سهم رو از قاره اروپا داریم و چون 12 کوبل داوری از اروپا دعوت شدن،
از آسیا سه کوب داریم که از کشورهای کره، ژاپن و قطر هستن. دو کوب از آفریقا داریم و یک کوب داوری هم از آمریکا، قاره آمریکا داریم. درست. که جزو بهترین داورهای جهان هستند. اکثر این داورها تو این چند سال اکثر مسابقات رو قضاوت داشتن. مثلا چند وقت پیش مسابقات باشگاه جهان 5 کوب حضور داشت که هر 5 کوبشون توی مسابقات حاضر هستن. یه نکته رو من بگم، حالا درسته ما نماینده داوری اونجا نداریم، ولی ناظر ارشد مسابقات های توکلی هستن که اونجا کل مسابقات رو رصد میکنن و دیروز هم بازی های مهمی از جمله فرانسه و چک، بازی کرواسی و اتریش، روسیه عربستان و اسپانیا بلاروس رو نظارت انجام دادن و ناظر به عنوان ناظر هستن، عضو ارشد فدراسیون جهانی هستن و رئیس کمیته داوران آسیا و اونجا مسابقات زیر نظر ایشون و همکارانشون به خوبی داره برگزار میشه. با توجه به جایگاهی که مثلا ایشون در آسیا دارن و حتی در بخش جهانی، ما نمیتونستیم کاری بکنیم که داور ما هم تو اونجا حضور داشته باشه، یعنی به عنوان کوبل ذخیره نباشن. به هر حال چون نظر ایشون جوری هست که دخالت نمیده، این همکشور بودنش رو تو این کارها و بر اساس، چون مسابقات 2015 مسابقات زیادی داریم و این تقسیم بندی ها از قبل انجام میده. درست. احتمالاً ما کوبل داوریمون در مسابقات جهانی برای جوانان و نوجوانان اعزام خواهد شد. به هر حال باید برای هر مسابقه یه تقسیم بندی انجام بشه و توی مسابقات متأسفانه خب از ایران کوبلی نداشتیم، ان شاءالله در بازی جوانان یا نوجوانان. چه فاکتورایی رو مد نظر قرار میدن برای انتخاب؟ برای یک انتخاب خب قضاوت‌های قبلی هستش، علاوه بر این که قبل مسابقات 3 روز قبل مسابقات کلاس دارن داوران، حاضر میشن، تست کتبی دارن، تست آمادگی جسمانی دارن و DBT دارن که باید در همه این تست‌ها موفق بشن تا بتونن در مسابقات قضاوت کنن. توی رتبه‌بندی داور فکر کنم تو آسیا اینجوری که شما اشاره کردین با توجه به کره و ژاپن و قطر، پس ما فکر کنم 4 به بعد باید باشیم دیگه. لحاظ داوری نه، لحاظ داوری ما در آسیا اول هستیم. نمونه بارزش هم اینه که بازی اینچوانو فینال مسابقات کوبل داوری ایران سود زدن، جوانان آسیا امسال رو کوبل داوری ایران فینال مسابقاتش رو سود زدن و در تمام مسابقات آسیایی حضور فعال دارن. قهرمان جهان از اهمیت بالای برخورد داره. خب اون تقسیم بندی ها دیگه شرط خاصی داره، شرط خاص خودشو داره، حتما دلیل نمیشه چون داور حالا ما در این مسابقات شرکت نکرده از بقیه کوبل های آسیایی پایین‌تر باشه، چون مسابقات آسیایی مسابقات مهمی هم هست. مشخصا وقتی فینال یه مسابقات و داور ایرانی قضاوت میکنه، یه بازی نه، دو بازی نه، سه بازی، پس حتما یه چیزی، یه فاکتورهایی دارن که میتونن موفق باشن. درست. خب آقای زهرابی عزیز، در مورد بازی امروز با هم یه صحبتی بکنیم که حالا با مقدونیه بازی داریم و بعد از اون امروز و مقدونیه در جایگاهی که حالا در فدراسیون داره، فکر کنم که در فدراسیون جهانی داره رتبه 37 داره، از ما بالاتر، شرایطش هم شرایط بهتری. مقدونیه چندین باری که شرکت می‌کنه در مسابقات جهانی؟ چندین بارش اطلاع کافی ندارم، ولی مقدونی که از تیمای خیلی خوب این دور از مسابقات، یه بازیکن داره به اسم لازاروف که سال 2009 بهترین بازیکن اروپا شده، سال 2012 این بازیکن پر امتیازترین بازیکن لیگ اروپا شده. این نشون میده که تیم از نظر شرایط تیمی خیلی خوبه، این بازیکن نقش تاثیرگذاری توی تیمشون داره. چه بسا اینکه بازی اولش با تونس که قهرمان قاره آفریقا بوده با اختلاف 5 گل برنده شدن و با یه برد دارن وارد بازی با ایران میشن. خب بعد شما فکر میکنید که حالا به عنوان کسی که در تیم ملی حضور داشتین و در واقع اولین تجربه جهانی ما هستش، خیلی هم نمیشه انتظار از این تیم جوان داشت که در اولین تجربه با این قدرت هایی که در گروهمون قرار گرفتن و حتی در مسابقات حضور دارن بتونیم نتایج خیلی شگفت انگیزی به دست بیاریم. به هر حال ولی این کسب تجربه میتونه برای ما کمک باشه برای اینکه در مسابقات بعدی بتونیم نتایج بهتری به دست بیاریم. اما بحثی که الان وجود داره اینکه شما فکر میکنید که اگه با چه تاکتیکی در مقابل تیم مقدونی تیم بازی بکنه بتونه نتیجه بهتری به دست بیاره. اگر امروز بچه‌ها از اشتباهات فردی که بازی با بوسنی انجام دادن این بازی انجام دادن و روندی که در نیمه اول بازی با بوسنی در دستور عمل کار تیم بود با همون جنگندگی که تو دفاع 6-0 که استفاده کردن باشه، من احساس میکنم شاید نتیجه بهتر از دیروز هم به دست بیاره. هرچند که تیم مقدونی تیم قدرتمندیه، ولی بچهای ما هم بچهای نیستن که دست پا بسته در مقابل با تیم بازیکن‌های حریف حاضر بشن. عبور از این لایه‌های دفاعی خیلی مهمه. دیروز من حال در بازی با بوسنی که نگاه می‌کردم، یه مقدار بچه‌ها سخت می‌تونستن به خصوص در نیمه دوم از این لایه‌های عبور دفاعی بوسنی عبور بکنن و به گل برسن، ولی برعکس بوسنی خیلی راحت با ضد حمله کارشو انجام می‌داد و به گل دست پیدا می‌کرد. خب اونا تیم ما رو نیمه دوم خیلی خوب آنالیز کردن
و شرایط ما رو کامل به نوع مطلوب آنالیز کردن، جوری که میدونستن که ضعف دفاعی ما کجاست، از کدوم قسمت ها میتونن به حمله ایران حمله کنن. در مقابلش بچه های ما به دلیلی که از نظر توان جسمی پایین اومده، سطح اومده بدن پایین تر، نتونستن اون کاری که باید در نیمه دوم انجام میداده انجام بدن و ما دو دقیقه زیادی داریم، اون دو دقیقه باعث شد که ما خیلی گل بخوریم. الان نقطه قوت تیم ما کجاست؟ دیروز به نسبت بازی دو دروازه ما دیروز خیلی خوب ظاهر شد. آقای سعید ایداری خوب بود، آقای برخورداری هم یه مقطعی که حضور داشتن خوب بودن. بچهای ما تو تمام پست ها الان بهترین های هستن که رفتن. حالا یکی تو از بازیکن ها جا موندن از این تیم، آقای سیاوشی که تو اردوی آخر از نایه پا آسیب دیدن و کارشون به جراحی کشیده شد، آقای سعید پورقاسمی که الان توی مجارستان حضور دارن و جز تیم بودن و یه لحظه آخر از تیم خط خورد، یعنی جز 18 تیم بازیکن انجام نشدن، ولی تمام قوت تیم ما توی بحث کار گروهیشونه که امیدوارم این روند رو روز به روز ادامه بده انشالله. خواهی موافق باشین بینندگان محترم یه بخش رو با هم ببینیم، برمیگیم باز بخش پایانیمون رو با دوستانمون ادامه خواهیم داد. خب بینندگان محترم، در خصوص رقابت‌های هندبال قهرمانی جهان داریم با شما صحبت می‌کنیم و برنامه امروز ما اختصاص به این موضوع داره با حضور دو کارشناسی که در خدمتشون هستیم. بحث دیگه که حالا مونده و می‌خوایم صحبت کنیم در موردش، در مورد سایر حریفایی هستن که ایران قراره که باشون مسابقه بده. ما کرواسی داریم که شاید سرسخت‌ترین رقیب ما باشه که حتما آقای زهرابی در خصوص این تیم و سایر تیم‌های دیگه هم صحبت خواهند کرد. آقای زهرابی تیم کرواسی رو چطور می‌بینید که بازی بعدی ما فکر می‌کنم بازی دوشنبه ما باشه؟ از تیمایی که چند سه دوره قهرمان جهان شده، قهرمانی اروپا رو داره، توی چهار دوره قبلی جام جهانی هم که شرکت کرده جزو چهار تیم پایانی مسابقات بوده. از نظر فیزیک بدنی، از نظر بازی، تاکتیک بازی، تکنیک و همه چیز از ایران سر داره. انشالله که بچه هم بتونن توی این بازی اون خواستایی که از شخصی از خودشون دارن توی زمین اگر بتونن اجرا کنن، فکر کنم بازی خوبی از آب در میاد انشالله. اتریش، اتریش تیمی که بازی اولش رو به تیم کرواسی با اختلاف دو امتیاز باخته، یکی از تیمایی که چندین سال خودش به عنوان قدرت خوب اروپا مطرح کرده، از دو تا سه تا بازیکن خوب که در بوندسلیگای آلمان بازی میکنن برمیبره، اونم تیم قدرتمندیه. انشالله که بچهای ما بتونن از اسم ایرانی بودن خود و هرچند که تدارکات خوبی واسشون فراهم نشد توی که رفتن اعزام عازم به این مسابقات شدن،
ولی امیدوارم که بتونن اون نتیجه مطلوب رو به دست بیارن انشالله. بازی ما با اتریش روز چهارشنبه است و آخرین بازی ما هم که در این گروه با تونس خواهد بود روز جمعه هفته آینده، که به هر حال آخرین بازی که ایران در شاید در این دور از مسابقات انجام بده برای تونس هم تیم بدی نیست. ببین سبک بازی تونس با ایران تقریبا میشه گفت نزدیک به هم هستن، یعنی چون که تونس از کشور عرب زبان هستن، مردمش افکار فرهنگیشون اخلاقیشون با ایرانیان نزدیکی داره و اینکه بیشتر اردوهاشون هم توی کشورهای حوزه خلیج فارس بوده، توی امارات اردو زدن، توی قطر اردو داشتن. سبک بازیشون بچهای بازیکناشون اغلب در تیمای قطری دارن بازی میکنن، به جز دو تا بازیکناشون که تو لیگ فرانسه بازی میکنن، خزنشون به اضافه بن حمام بازیکن بغل چپشون، ولی عمده بازیکناشون تو لیگ قطر بازی میکنن و بچهای ما شناخت کافی ازشون دارن. ان شاء الله من پیش بینی که بچهای ما اگر روز خوبشون باشه از نظر قواعد جسمانی تا روز آخر مسابقات بتونن دوام بیارن، شاید بتونیم از تونس امتیاز بگیریم ان شاء الله. خب آقای توکلی عزیز، یه مقدار در مورد داوری صحبت بکنیم. ما الان در حال حاضر چند تا داور در سطح جهانی، بین المللی و قاره‌ای توی کشورمون داریم؟ تو کشورمون الان در حال حاضر یک کوبله بین المللی داریم، آقای کلاهدوزان و آقای موسویان هستن، و کوبل قاره ای الان در حال حاضر 4 کوبل قاره ای داریم که من هستم با کوبلم آقای ولدخانیان و یک کوبل از اصفهان داریم، داوران خیلی خوب اصفهانی برادران قیصریان، یک کوبل از قزوین هستن آقای دوربهانی و خراسانی، و یک کوبلم بانوان داریم مادر آسیا خانم های شفایی و صادقی. درست. و یک ناظرم که فرمودی داریم؟ بله، ما یک ناظرم که الان فکر میکنم در قطر هم حضور داشته باشه، جزو کلاس عالی ناظرین آقای محسن کرواسچی هستن که از داوران بین المللی خوبمون هستن، و همچنین الان آقای کوزگری رئیس سابق فدراسیون هم در قطر حضور دارن برای جلسه هیئت رئیسه فدراسیون آسیا. درست. چون ایشون کی برگزار میشه؟ الان در حال برگزاری هست حین مسابقات، چون ایشون رئیس هندبال مدرسه آسیا هستن. درست. بله، هم بنابراین در حال حاضر در قطر هستن. بعد ما وضعیت آموزششون به چه صورته؟ ما چطور مثلا با توجه به اینکه حالا یک نظر جهانی داریم و عرضم حضور شما که داوران خیلی خوبی هم داریم، وضعیت آموزش داوری ما چطوره؟ الان تونستیم تیم‌های دیگه رو تقویت بکنیم و تربیت بکنیم برای مسابقات؟ درست. ما تقریبا لحاظ داوری اوضاع خوبی داریم، چون داورامون در مسابقات قبلی جهانی حضور داشتن، ما حتی کوبل قبلیمون در فینال المپیک سود زده و کمتر داوری میتونه همچین مسابقاتی رو سود بزنه. ما داورای ایرانی در فینال مسابقات جهانی 2010 سود زدن جوانان، و این یک افتخار برای داوری ما. در حال حاضر ما خب امتیازات خوبی داریم، از جمله خود آقای توکلی، باید ازشون استفاده کنیم. همین اردویی که الان چند وقت پیش ایتالیا بود، کشور ایتالیا ازشون استفاده کرد، یک کلاس یک هفته‌ای برای داوران سری آشون گذاشت و همه جوره از ایشون استفاده کرد. ما هم باید وقتی در ایران حضور دارن، چون مقیم ایران نیستن، هر وقت حضور دارن باید بیشتر ازشون استفاده کنیم. همچنین کلاس‌های خوبی در سطح استان‌ها برگزار میشه و باید از این کلاس‌ها استفاده شه. الان هم رویکرد فدراسیون بیشتر روی داورای جوان هستش. درست. و مسابقات لیگ خودمون هم که ببینید بیشتر داورای جوان دارن قضاوت می‌کنن و نتیجه هم داده. تو مسابقات لیگ برتر یه مقدارم حالا بعضی تیم‌ها نسبت به داوری اعتراض دارن، ولی به هر حال تو همه جا هست و داوری هست دیگه، نمی‌شه. به هر حال این اعتراضات همه جا هست و اشتباهات هم همه جا هست. همونجوری که بازیکن دیروز دیدید میرن اشتباه می‌کنن، مربی اشتباه می‌کنه، خب قطعاً داور هم تو بازی اشتباه می‌کنه. این اشتباهات هست، ولی نسبت به قبل خیلی کم شده، چون دانش داوری بالا رفته، آمادگی جسمانی خوب شده و کار زیاد میشه. نسبت به قبل اعتراضات کمتر شده و فکر میکنم در مجموع تیم‌ها راضی باشن. خب آقای زهرابی، الان شانس کدوم تیم رو شما بیشتر میدونید برای قهرمانی جهان؟ بین دانمارک و اسپانیا و فرانسه فکر کنم یکی از این گزینه‌ها فینالیست مسابقات. و دانمارک، اسپانیا و فرانسه. یعنی از گروه ما فکر می‌کنی که کسی حالا نیستش که بقول معروف بتونه صعود بکنه مرحله پایانی؟ شاید کرواسی هم بتونه تا مرحله پایانی بیاد. خیلی متشکرم جناب توکلی، جناب زهرابی، از حضورتون در برنامه امروز هر روز ورزش. امیدواریم که تیم ملی هندبال کشورمون بتونه
نتایج خوبی به دست بیاره، حداقل بهترین تجربه رو داشته باشه در این مسابقات و با شایستگی به کشورمون برگرده و بتونه از این تجربه‌اش برای مسابقات آینده هم استفاده کنه. روز خوبی داشته باشید. خداوند متعال یار و نگهدارتون باشه.